نو گفته هو که حمله بر شفاخانه 400 بستر. راه عمومی شفاخانه 400 بستر همین است. چند سال پیش نیست یک انتحاری در همین جا در برابر در ورودی شفاخانه شد. از اینجا چندین پاسگاه را باید بگذری تا برسی به داخل شفاخانه. ارتش اینجا 4 پاسگاه بازرسی دارد. غلام یحیی سرباز ارتش از این رویداد حکایت دیگری دارد. امکان داره که یک کسی دست داشته باشه، داخلشان کده باشه، رای پشت سر. چرا از این طرف به هیچ عنوان امکان داخل شدنشان نبوده است که داخل شد؟ از اینجا تا شفاخانه حداقل 10 دقیقه را در بر میگیرد تا کسی به ساختمان شفاخانه برسد، جایی که مهاجمان جا به جا شده بودند. این سو هم در عقب شفاخانه هیچ راه ورودی به داخل شفاخانه وجود ندارد جز برج های امنیتی که به دقت تمام می توانند افرادی که از این مسیر بگذرد زیر نظر داشته باشند. اما در پایین تر یک دروازه وجود دارد که شاید مدت هاست هیچ باز نشده. 3 ساعت زیر رگبار گلوله ها گیر مانده بود. دکتر ایمل معاون پزشک در شفاخانه محمد داوود است، بر سر بام شفاخانه پنهان شده بود. منزلی که من خواب بودم در زیر از اون انتحاری می شد و صدای بمبای دستی بسیار آمد شنیده می شد. صدای تیراندازی به اندازه زیاد بود. گرد پیش شفاخانه بدین گونه با برج های امنیتی محافظت می شود. دروازه شمالی شفاخانه 400 به سر همین است. راهی که ادعا می شود مهاجمان از همین دروازه به داخل شفاخانه شدند. اما به نظر می رسد که این راه بسیار دیر است که بسته است. بر سر دیوارها سیمهای خاردار و ساحره هم همین برج امنیتی زیر نظارت دارد. اما چگونه می شود که مهاجمان از این راه به داخل رفته باشند؟ این رویداد پهلوهای دیگری نیز به خودش می گیرد. ای قبلا جابجایی شده از عقب دروازه که یا میگن از عقب داخل شدن و عقب او لاک است. وقتی که از عقب داخل شدن چرا پس نرفتن در جان رئیس صحیه که نزدیکشان بود؟ چرا او را نکشتن؟ چرا آمدن رختون؟ شفاخانه 400 بستر. یک موتر پر از مواد انفجاری در داخل این شفاخانه منفجر ساخته می شود، درست در برابر در عمومی این شفاخانه، و پسانتر یک انفجار دیگر در منزل دوم این شفاخانه صورت می گیرد. شمار تلفات این حمله پیچیده در کابل. در این رویداد 50 تن به شمول 38 نظامی و 12 غیر نظامی جان باختند. 91 تن دیگر به شمول 61 نظامی زخمی شدند. مهاجمان دایشی 5 تن بودند. 3 شهروند افغانستان و 2 شهروند تاجیکستان در این حمله دست داشتند. ای باید تحقیق شود، دیده شود که این نفر از کجا آمد، از کدام را آمد که در دروازه جنوبی خود انفجار دادن، مگر بیرون دروازه نی داخل دروازه خود انفجار دادن. شفاخانه 400 بستر در یک بخش بسیار مهم کابل موقعیت دارد، در جای به شدت محافظت شده. برج های امنیتی بسیاری از این شفاخانه محافظت میکنند. در گرد پیش این شفاخانه سفارت ایالات متحده آمریکا، یک پایگاه نظامی خارجیان و چند شفاخانه ملکی نیز موقعیت دارد. عبدالولی آریان، تلو نیوز، کابل.